سلام و درود، با افتخار در خدمت آقای دکتر محمدیان هستیم، مدیر اخباری کل تبلیغات و اعتماد رسانی وزارت ارشاد. خیلی خوش اومدید دکتر. بزرگواری، سلامت بشین. ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمت شما و همکاران عزیز و بزرگوارشون. افتخار دادین آقای دکتر. خیلی ما هم سوال داریم، همین که من فکر می‌کنم امروز بتونیم یه گفتگوی بکنیم که خیلی از سوالاتی که شاید بچه فعالین صنعت تبلیغات دارن، مخصوصا دیجیتالیا دارن، رو جواب بدیم، چون یه عدم آگاهی عمومی فکر میکنم در مورد شرح وظایف حالا این دفتر و این اداره کل وجود داره و اینکه چه کارهایی و چه ظرفیتهایی وجود داره. من یه خواهشی بکنم، اول یه کلیاتی از ساختار برامون بگیم تا انشالله دیگه وارد بحث بشیم. خب، اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ ارشاد، خب همونطور که مستحضرید این اداره زیر مجموعه معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی هست و برنامه هایی که در این حوزه داره جمع‌بندی میشه اکثر غالب در فضای تبلیغات خلاصه شد. تبلیغات خب جامعه مدرن امروز رو در بر میگیره تا جامعه سنتی گذشته رو در بر میگیره و همه ظرفیت هایی که امروز نام تعریف تبلیغات رو میشه بهش اطلاق کرد، عملا جزء وظایف اداره کل تبلیغات قرار گرفته و ابلاغیات و شرح وظایفی هم که جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم ابلاغ کردن، اینها برای این موضوع تصریح کردن که جامعیت و حاکمیت مدیریت تبلیغات در اداره کل خلاصه بشه، تجمیع بشه و این تجمیع شدن یه خورده نیازمند اینه که فضای تبلیغات کشور رو بتوانیم با ابزارهای مختلف و ظرفیت‌های مختلف مدیریت کنیم، ساماندهی کنیم. ما در سه اصلی که در اداره کل دنبال هستیم، وظیفه هدایتی داریم، وظیفه نظارتی داریم و وظیفه ساماندهی داریم. این سه رکنی هست که ما در فرایند تصمیمات و فرایند ابلاغیات و فرایند جریان‌ها داریم بهش توجه میکنیم که انشاءالله بتوانیم این اتفاق رو رقم بزنیم که ما فضای کلی اداره کل رو بر فضای هدایتی حمایتی دیدیم. خیلی ما چالش در عرصه صنعت تبلیغات به معنای واقعی اقدامات سلبی رو دنبال نمی کنیم. بیشتر نگاه ما بیشتر نگاه تعاملی است، بیشتر نگاه ما نگاه همراهی و همگراه بودن صنف‌ها و جریان‌های مختلف در عرصه تبلیغات هست، چه در عرصه تبلیغات فضای مجازی، چه در عرصه تبلیغات دیجیتال، چه در عرصه تبلیغات محیطی، چه در عرصه تبلیغات رسانه‌های ملی، چه در تبلیغات مطبوعات و رسانه‌ها. هر آن چیزی که جامعیت معنای کلمه تبلیغات رو در خودش جا بدهد، ما سعی کردیم با نگاه هدایتی و حمایتی ورود کنیم و بتوانیم بخشنامه‌ها، ابلاغیات، ظرفیت ها رو همه رو بتونیم کنار هم ببینیم و در افق روشن انشاءالله بتوانیم کشف استعدادهای جدید، ظرفیت‌های جدید، آشتی صنعت با صنعت تبلیغات و نقش فزاینده‌ای که میتواند تبلیغات در پیشبرد اشتغال، نقش فزاینده‌ای که تبلیغات میتواند در سبک زندگی، نقش فزاینده‌ای که تبلیغات میتواند در فرهنگ داشته باشه، فرهنگ سازی جامعه، هر آن چیزی که امروز ما دچار چالش بعضن هستیم نشان از این است که از قدرت تبلیغات غفلت کردیم. من تبلیغات رو به عنوان یه دیکتاتور رسانه میشناسم و اگر تمام مدیران ما همه نگرشاشون، همه ظرفیتاشون، همه تعاملاتشون بر مبنای این باشد که تبلیغات را به عنوان یک ابزار پیش برنده بهش نگاه کنن، امروز خیلی از چالش ها کم میشه، خیلی از ظرفیت ها احصا میشه، خیلی از فرایند ها سرعت پیدا میکنه. اینا همه متمم هم هستن که در کنار هم میتوانن زنجیره تولید به مصرف رو از بستر تبلیغات مدیریت کنن. یه نکته که الان متوجه شدم، یعنی به یه اعتباری قرار بر اینه که بحث رگولاتوری و بحث نظارتی حوزه تبلیغات چه آفلاین چه دیجیتال تجمیع بشه در این مرکز. بله.
خب بسیار عالی. حالا ما مثلا تو حوزه های مختلف که فرمودین، چه رسانه ملی، چه محیطی، چه دیجیتال، چه شبکه های اجتماعی، دستورالعمل هایی داریم که بشود اینها رو رفت و بهش ما استناد برای کرد؟ اولین بار سند جامع تبلیغات در حال تبیینه بسیار که همه این جوانب رو درش دیدیم که نیازمند اینه که از کارگروه های مختلف، چه از بیس حقوقی، چه از بیس تخصصی، چه از بیس تجربی، همه اینها رو ما تجمیع کردیم که انشالله تحت عنوان سند جامع تبلیغات در فضای مجازی به معنای کلان بهش اطلاق کردیم که این یکی از سند هاست. یکی هم سند جامع تبلیغات که لوایح و قانون هاست و قوانینی که نیازمند بازنگری بوده. ما در اصول حرکت تحولی که برای اداره کرد دیدیم همه ظرفیت های نوین تبلیغات رو درش دیدیم و اولین بار هست که کارگروه تحول تبلیغات در اداره کل تأسیس شده به دستور شخص وزیر و این کارگروه از همه ظرفیت های نخبگانی، همه ظرفیت هایی که در حوزه تبلیغات تجربه داشتن، صاحب سبک بودن، صاحب نظر بودن، دعوت شده، برنامه هاشون گرفته شده، ارائه طریق شده، راهکارها بررسی شده. امید داریم که انشالله به زودی شاهد ظهور و بذور این تحول رو در عرصه میدانی در تمام سطوح مدیریتی در سطح کشورمون باشیم. یک مسئله ای که حالا دغدغه شاید کسب و کارهاست بیشتر، ببینید ما خب داره یه سندی طراحی میشه و آماده میشه تا پیش از این که وجود نداشته. درست. الان برای مثال من بخوام مثال بزنم، ما هیچ مرجعی نداریم. یک دفترچه هست، یه اساسنامه ای که میاد میگه تبلیغات چه استاندارد داشته باشد نداشته باشد، که اگه اشتباه نکنم مال 30 اندی سال پیشه. بله درست. و خب اون هست. ولی مسئله ای که ما داریم اینه که الان ما شاهدیم خیلی به صورت رسمی در فضای رسمی کشور، رسانه های رسمی دیجیتال و آفلاین، داریم تبلیغات میبینیم که هیچ استاندارد بین المللی رو رعایت نمیکنه. حالا یا از نظر بهداشتی، یا از نظر وربال و اون کلماتی که استفاده میکنه، یا درش آینده فروشی وجود داره، توهم هست، بزرگ نمایی هست، که اینا همه استانداردهایی که جلوشو باید گرفت. این رو آیا تا الان کسی بهش ورود میکرده؟ چه تا قبل از اینکه همه قرار باشه که تجمیع بشه و در یک اداره کل، کجا بوده مسئول و مرجعش؟ ببینید این یکی از اون ضعف‌هایی هست که در روند قانونگذاری ضعف داشت. در ادوار گذشته خب همونطور که خودتون مستحضر، قانون چند دهه قبل بوده. بله. و این نیازمند به باز آرایی داشته، نیازمند به یه مهندسی تبلیغات داره، نیازمند اینه که ما بتوانیم از همه فرایندهای موجود به نفع شایسته استفاده کنیم. ما واقعیت کلام تا الان چنین بستری شرایطی آماده نبوده، ولی برای اولین بار ما سامانه جامع تبلیغات رو الان رونمایی کردیم، آوردیم بالا که تست آزمایشیش داره تموم میشه. ظرف یک دو هفته آینده ان شاءالله به حضور وزیر رسما افتتاح خواهد شد و این سامانه جامع تبلیغات همه خلاها رو جبران خواهد کرد و امروز دیگه اجازه نخواهیم داد که چندگانگی مدیریت در عرصه تبلیغات آسیب بزند به فعالان تبلیغات. باید از بستر خودش، از جریان تخصصی خودش، از کانال اداره کن همه موارد تبلیغات بر ساماندهی بشه و این خلأ چند دهه رو نمیشه یک شبه هم جبران کرد. به خاطری که رشد تکنولوژی، رشد تبلیغات در دنیا اینقدر رو به افزایش هست که ما در ایران نسبت به دنیا شاید بگم یه 50 سالی نسبت به تبلیغات دنیا صنعت تبلیغات ما عقب هست. از این ور وقتی این نگاه باشه، باورهای مدیران ما هم عقب هست. همه سطوح حتی در افکار عمومی مخاطب ما هم نسبت به تبلیغات نوین برداشت های سوء داشته و خواهد داشت. ما باید هم مخاطبین رو به فضای تبلیغات نوین آشنا کنیم، هم کادرسازی بکنیم، ظرفیت نخبگانیمون رو که در عرصه تبلیغات هستن این رو شناسایی بکنیم و
برای ارائه خدمت بیشتر به کشور. ما امروز این ابزار قدرتی که در اختیار تبلیغات هست در اختیار هیچ رسانه‌ای نیست. این تبلیغات ابر رسانه است و میتواند جامعیتش و شرایطش طوری تبعیم بشه که خلاهای گذشته رو جبران کنیم و جهش رو هم باید بهش توجه کرد، حرکت رو به جلو رو هم باید بهش توجه کرد. صرفا نباید در گذشته فعلا خودمون رو نگه داریم، گذشته رو باید ازش درس بگیریم، عبرت بگیریم، ولی فرایندها رو رو به رشد و چشمهای امید رو به آینده داشته باشیم. ما در افق انشالله برنامه هایی که داریم 10 سند تحولی در عرصه تبلیغات خواهیم داشت. ما اولین سندمون حکرانی تبلیغات در ایرانه. زنده با. حکرانی به معنای واقعی، حکرانی به معنای که همه جوانب را درش ببیند، حکرانی که هم جامعه مخاطبینی که سر کار را دارند بعد حق و حقوقش رو درش ببینند، هم کسی که داره تبلیغ رو تولید میکند باید حکرانی رو تعریفش رو بدوند. ما اسم کشور اسلامی رو داریم یدک میکشیم، بارمون سنگینتر هست، چون اسلام میگه صداقت در تبلیغات، اخلاق در تبلیغات، تبلیغات خلاف واقع نباشد، تبلیغات بر اساس باورها باشه، تبلیغات بر اساس ظرفیتها باشه. ما این نگاه رو داریم انشاءالله با کمک همه فعالان عرصه تبلیغات این ظرفیت رو به جلو رو انشاءالله شروع کردیم و دست یاری و مدد به همه عرصه‌ها خارج از سلایق سیاسی، ما سلایق تخصصی رو دنبال میکنیم که انشاءالله این رو محقق خواهد شد و یک افق روشنی قول میدیم انشاءالله به همه دوستان رسانی اصحاب تبلیغات و فعالان تبلیغات انشاءالله مهیا بشه. بسیار عالی. یه نکته که خیلی به نظرم از بین صحبتاتون جا داره روش تمرکز کنیم، جامعیتیه که تاکید میکنید روش و یک پارچگی و اینی که به هر حال بریم به سمت این که یک سری اسناد بالا دستی برای این حوزه نیازمندتر بله و آماده بشه. یه نکته ای ما داریم در مورد صنعت تبلیغات حرف میزنیم، ما یه دکتر داریم در مورد چه حجمی از بازار حرف میزنیم؟ تا حالا کسی این رو احصا کرده؟ حالا چون میدونید یک بخشش که رسانه ملی است، یک بخشش که محیط است، یک بخشش که حتی چاپیا و چاپخونه ها هستند، یک بخشش که سوشال میدیا است که با اون اتفاقات پارسال فکر میکنم خیلی ضعیف‌تر شد، و یک بخشش هم که دیجیتال ها. اینه جایی هستش که احصا بکنه؟ چون من به عنوان کسی که کارم اینه و هی باید دنبال کنم و اینا، هیچ وقت یک عدد قابل اتکا نداره. ببینین این هم یکی از اون ضعفایی هست که در حوزه پژوهش بهش بها داده نشدن. بیان واقعیت ها در عرصه های مختلف تبلیغات شاید دچار یه شوک باشن هر قشنی، چه دوستان تبلیغات دیجیتال، چه دوستان تبلیغات محیطی، چه دوستان تبلیغات رسانی، ولی این واقعیت ها جامعه آماری، یه مرکز افکارسنجی، یه مرکز نظرسنجی به این عرصه ورود کرده باشن نکردن. و ما به عنوان پژوهش های میدانی که داریم صورت میدیم در یکی از اون سند هایی که داریم، در اون 10 سند تحولی که ازش حرف داریم میزنیم، یکی از اون سند هامون این سند پژوهش تبلیغات که بر اساس معیارهای چنگانه این پژوهش انجام بشه و صرفا سمت به قول معروف یک طرفه بودن شرایط نرود، بلکه همه جوانب رو بسنجد و یه پژوهش منطقی علمی بر اساس رصد تحلیل داده و نتیجه‌ای که میتواند افق بدهد. چون ما الان در کمپین هایی که دارن در فضای تجاری داره کار پیش میره، غالب بر 60-70% این تبلیغ ها تبلیغات غیر علمی هست، به خاطر که اون پژوهش نیست، اون به خاطر خلای اون تحقیقات بازاره هست، خلای اون باوره هست که چطور می شود این تحقیقات بازار رو متصل کرد به خروجی اون کمپین. اینا همه ظرفیت هایی که فراموش شده، آموزش به منظور کافی داده نشده، هر قشری، هر صنفی از تبلیغات، هر رسته ای از تبلیغات اومده بر اساس معیارها و ملاکهای خودش برای خودش
کار تعریف کرده، قاعده تعریف کرده، منطق تعریف کرده، ولی به اسناد بالادستی که اشاره کردین اینها وجود نداشه. که انشالله در این 10 تا سند تحولی که انشالله در اداره کل تبلیغات ما تا خرداد سال آینده انشالله اینها رو اتمام خواهم رسون، این افق رو پیش رو داریم که بتوانیم با یک فراغ رو به جلو، رو به حرکت بتوانیم ساماندهی بکنیم، خروج محور کار رو پیش ببریم، بر اساس داده‌های جهانی کار کنیم. ما خیلی تبلیغاتمون نسبت به جهان عقب افتاده هستیم و در این عرصه نیاز به یه جهش داریم، نیاز به یه جراحی بزرگ داریم، نیاز به یک اتفاق بزرگ هست. ما فرایند برگزاری نمایشگاه ها باید اصلاح بشه، فرایند برگزاری آموزش ها باید اصلاح بشه. ما استقبال میکنیم که اولین آکادمی تبلیغات مدرن ایران رو بیایم در تهران در مراکز استان ها فعال کنیم و از بیس کار رو، پایه کار رو تربیت کنیم، آموزش بدیم، به کارگیری کنیم. تبلیغات تنها صنعتی هست که درش اشتغال میتواند پایدار باشد، ولی به شرط اینکه این نگاه ها و این باورها و این ظرفیت ها رو بتوانیم اجرا بکنیم و به یک مرحله از رشد و بلندگی جامعه رو برسونیم. چون پذیرش جامعه هم قطب دیگر از این حرکت هست که میتوانه ما رو کمک کنه و این نگاه و باورها باید اصلاح بشه. از تبلیغات تکبودی هم دورانش به اتمام رسیدیم، باید فضای تبلیغات کمپین 360 درجه مهیا بشود. اگر میخواد اثرگذار باشد، اگر میخواد میدانداری بکنه در افکار عمومی، باید تبلیغات 360 درجه رو بهش توجه کنه. من فکر میکنم یکی از کارهایی که شما قطعا به سمتش خواهید رفت، خود این سند نوشتنش یه کاره و بعد اجرایی کردنش و نظارت رو اجرای اون کار به نظر من سخت‌تریه. بله. و برای اون هم از الان آیا مثلا برنامه‌ای دارین آماده؟ چون به هر حال مقاومت پیش میاد. بله. تغییر. بله. می‌بینیم که مقاومت. من هم همین الان شاهدم که همین نگاه تحول محور شما چقدر منتقد در سمت سنتی‌ها داره. ببینید، ما بر اساس هر سندی که داریم الان پیش بینی کردیم، یه کارگروه اجرایی هم براش دیدیم. که به معنی که کار علمی و تطبیق اسناد بالادستی و پایین دستی و اجراییات تموم شد، در فرایند اجرا ما خیلی از دستورالعمل‌ها و ابلاغیات و سندها به نتیجه نمیرسن، به خاطر اینه که ما اون نگاه کارگروه اجرایی رو دایرش ندیدیم. ما از گذشته این رو احسا کردیم که انشاءالله در این بره ما بتوانیم از خود قش فعالان عرصه تبلیغات مدد بگیریم که بیان در اجرا خود اونها ما رو کمک کنن. چون ما در تنها صنعتی هستیم که کمترین شکایت قضایی را داریم. این یه افتخار همه فعالان عرصه تبلیغات. جز نادرترین صنعتی هستیم که خیلی کم به قول معروف نارضایتی ایجاد میکنیم. شاید به تعداد انگشتان دست بعضا بعضی از دوستان فعالان تبلیغات ناخواسته یک حرکتی رو شروع کردن، وگرنه کاملا جامعه توجی فعالان عرصه پذیرش اسناد بالادستی رو خیلی خوب دارن انجام میدن. ما در حوزه ظرفیت های نوین واقعا تعامل خوبی داریم. این برای اولین باری هست ما به هر رسته ای که از تبلیغات نوین ما اراده کردیم بهشون ارتباط گرفتیم، تمام قد پای خط نظام بودن، انقلاب بودن و هیچ گونه حاشیه نداشتیم. این یه ظرفیتی است که انشاءالله بتوانیم با نگاه همگرایی و همافزایی از سلیقه های مختلف بتوانیم انشاءالله افق روشنی رو تعریف کنیم و این فرایند اجرا شدن قطعا مقاومت داره و این مقاومت ها رو ما بر اساس ظرفیت های هر سند اومدیم بنا کردیم و قرار نیست که راه 100 ساله رو یک شبه بریم. برای خروجی کار نتیجهش این بشه که ما همه جامعه فعالان رسانه باید بپذیرن که امروز ما یک افق تحولی رو باید با همدیگر پیش ببریم. اگر میخوان تبلیغات ایران در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد، اگر میخوای در بزرگترین رویدادهای بین المللی فعالان تبلیغات ما برن
در نمایشگاه های بین المللی شرکت کنن باید علمش رو، تخصصش رو، تکنولوژیش رو، شرکت های دانش بنیان، همه اینها رو ما الان داریم به سراغشون میریم که از این ظرفیت ها استفاده کنیم. از این استاندارد سازی تبلیغات باید در ایران اجرا بشه. ما در تمام دنیا استاندارد سازی رو داریم، بر هر گویشی، بر هر سلیقه‌ای، بر هر فرهنگی که شما در دنیا رصد بکنید این استاندارد سازی رو دارن. ولی تو کشور ما این سند به عنوان سند مفقودی است که استاندارد تبلیغات مشخص نیست. من از منظر سلیقه فردی خودم بهش نگاه میکنم، آقای الف از منظر سلیقه خودش. این اختلاف سلیقه ها سبب میشه که اختلاف عقیده به وجود میاد، سبب میشه که چالش به وجود میاد. یه فعال تبلیغاتی به جایی که رشد کنه، به جایی که دنبال خلق ایده باشه، عنوان جذب مخاطب باشه، افکار عمومی رو با خودش همراه کنه، بعد همیشه به حواشی توجه کنه. این انشالله افق هست که بتونیم به کمک شماها دستیاری دراز میکنیم، چه در فضای علمی، چه در فضای آکادمی، چه در فضای تجربی و چه در فضاهای نوین واقعا کارآمد بشیم. بیایم بریم استانها، فتح فتوح انجام بشه. ما ظرفیت‌های استانی رو فعال کردیم، باید به نگاه‌های سنتی احترام گذاشت. ولی اگر چرخه تبلیغات میخواد در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد، چاره ای جز این که به تکنولوژی و تبلیغات نوین بپیوندن ندارن. این یه فرصتی است که به زودی از دست خواهد رفت. هر کسی از این قافله حرکت جامان دیگه جا مانده، باید خودشون رو بروز کنن. من افق دارم انشاءالله در پایان 1403 حداقل ما 50 شرکت دانش بنیان تبلیغات در سطح تهران دنبال میکنیم که اینها رو استعداداشون رو کشف کنیم، کمک کنیم در بحث ارتقای دانششون، که این ظرفیت ها انشاءالله به صورت نمونه و الگو در تهران باشه که انشاءالله به مراکز استان ها می رو انشاءالله منتقل کنیم. یه دغدغه ای هم همیشه سمت آژانس های تبلیغاتی این بوده و هست. من میخوام نظر شخصتون رو، حالا شاید خارج از جایگاه حقوقیتون، نظر شخص های دکتر محمدیان بپرسم با شخصیت حقیقیش. به نظرتون این رقابت بین آژانس‌های تبلیغاتی و رسانه ملی رقابت منصفانه‌ایه؟ نه. این هم یک نگاه غلط باور مدیریتی است. امروز باید عدالت در همه سطوح در نظام جمهوری اسلامی اجرا بشه. و هر ظرفیتی که سبب ایجاد شرایط نابرابر بشود، دولت در افق این 13 هم به شدت مخالفه. من همچه به عنوان یه فرد حقیقی که به عنوان فرد حقوقی دنبال اینم که بتوانم عدالت را در عرصه تبلیغات زنده کنم. حالا شاید اجراش سخت باشه، ولی این شعار را میدم که ما در این افق نابرابری که داره شکل میگیره مطمئناً اتفاقات رو به جلو نخواهیم داشت، بلکه در دهه 40 تبلیغات ما در جا خواهد زد. و باید رسانه ملی هم به عنوان یک فضای متفاوت به تبلیغات نگاه کند و شرایط رو برای همه حضور فعالان تبلیغات باز کند. این اتفاق رو در تلاش هستیم و این ظرفیت ها رو در رسانه ملی درخواست کردیم و انشاءالله به زودی نفرات خوبی شاهد این خواهیم بود که این فرایند تبلیغات رسانه ملی از انحصار بیاد بیرون. انحصارگرایی ما مخالفیم و باید بشکنیم فضا و به کمک شماها خوبان انشاءالله این عرصه محقق خواهد شد. با افتخار. من این روحیه شما هم همیشه برام قابل ستایش بوده دکتر، و امیدوارم، خیلی خیلی امیدوارم که اتفاقات خیلی خوبی با حضور شما و انرژیتون رقم بخوره. ما انشاءالله به شاهد افتتاح نمایشگاه صنعت تبلیغات، بازاریابی و زنجیره صادرات هستیم. 19 سال پیاپی هست که این نمایشگاه به زحمت دوستان در گذشته برگزار می شده، ولی امسال سعی کردیم شعاری رو در محوریت نمایشگاه قرار بدیم که سرآغازی برای سال آینده باشد: تبلیغات، تحول، رونق کسب کار. این زنجیره اگر محقق بشود، نمایشگاه ما از این فضایی که
الان باید جهش 100 برابری انشالله سال آینده رو شاهد باشیم. بروز و ظهور همه تکنولوژی تبلیغات بعد در نمایشگاه ها باشد. بروز و ظهور همه آورده های صنعت تبلیغات بعد در نمایشگاه خلاصه بشه. این فرایند امسال شروع کردیم ولی به خاطر خود کوتاهی زمان بود. خیلی موفقیت در این عرصه شاید به دیدگاه خودم که میدان این عرصه رو دارم محقق نشد، ولی انشالله قول میدیم که انشالله بعد از اتمام این نمایشگاه پوستر نمایشگاه بعدی رو رونمایی کنیم و کارگروه هاش رو فعال کنیم و واقعا به معنای واقعی بین المللی برگزار کنیم. الان 4 کشور امسال شرکت کردن، ولی انشالله سال آینده شاهد ظهور و بدور این باشیم که حداقل به 20 کشور در افق برنامه ریزی انشالله برسیم. در حوزه پنل های آموزشی و حالا بقول پنل های چالشی، من عنوانی رو به ذهنم رسیده که تحت عنوان برنامه ثابت هفتگی معیا بشه، ما همه جوره حمایت میکنیم آتا تحت عنوان برنامه اصل تبلیغات. حالا یه برنامه که خود شما الفن بشینین دور گروه این جریان، هم میتوانیم ظرفیت رسانه ملی رو پای کار بیارم، این برنامه رو قسمت هایش آماده کنیم پخش بشه، هم برنامه اون فضای 360 درجه ای رو باز هم با خودم قائلم، یعنی اینکه شعار نمیدم برای دیگران، خودم هم بهش قائلم که امروز اگر در عرصه تبلیغات ماندگار میخواد باشد هر اثر هر کاری رو، ما باید به فضای این تبلیغات 360 درجه نگاه کنیم. حتی به اعتقاد من کمپین تبلیغ برای تبلیغ که بشنو عصر تبلیغات یه برنامه ثابت هفتگی باشد در مراکز استانها، در تهران، هر جایی که شما شرایطش رو مهیا کنین، ما به عنوان خدمتگزار عرصه تبلیغات حمایت شبانه روز خواهم کرد و منتی هم نیست، وظیفه ذاتی منه و این یادگار رو از خودمون خواهیم گذاشت که این برنامه تحولی و افق رو به جلو رو در این چالش ها میشه پیدا کرد. گفتگو اگر بیاد بر فضای رفتارهای مدیران ما حاکم بشه، مطمئنن فضای تبلیغات هم رشد خواهد کرد. این نگاهی که هم آموزش باشد هم چالش باشد کمتر در برنامه ها دیده شده. از گفتگوی صرف باید خارج بشیم و به این اقدام آسیب شناسانه و ارائه راکار که انشالله بشه این سند یادگار بماند که ما هم در تحولی که حرفش رو زدیم همه یه ظرفیت ها رو پای کار میاریم. ممنون از وقتی که گذاشتید. عزیزین بزرگوار دکتر، خیلی محبت کردید. ما خوشحال شدیم که روز توفیقی شد خدمت شما همکاران محترمتون رسیدیم. الحق و الانصاف، خب کشور نیازمند بیان خلاقیت های نوین از طیف سبک های شما نسل امروز. شما ها میتونین این کشور رو به افق روشنتری که نویدش هست انشالله هدایت کنیم. ما همجوره در فضای تحولی هر برنامه‌ای که از هر سلیقه‌ای از هر رفتاری از هر جامعه باشه بنده استقبال می‌کنم. خیلی محبت می‌کنم.